سخن ختم رسول را همه حجات شنیدن. موضوع کلی بحثی رو که انشالله با اتون خواهیم داشت تحت این عنوانه رابطه قدیر با دیگر ادله امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام از آیات و روایات. و ز دل نره کشیدن به حیدر گرویدن. رابطه بین حدیث قدیر و حدیث منزلت. حدیث منزلت چیه؟ قصهش چی بوده؟ جنگ تبوک چی بوده؟ چرا پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون؟ تم آیاتی که مربوط هارون چیه؟ که اون منزلت های هارون و تمامش بر امیرالمومنین میاد. سوال اساسی اینه چرا پیغمبر نفرمود انت منی به منزلت شخص؟ دیدن به دور روی نمودن و پی بیعت او دست گشودن و علی را همه از جان و دل خیش ستودن. وجوه تشابه بین هارون و امیرالمومنین و وجوه تشابه بین هارون و یوشع، ده ها وجه تشابه از روایات آیات ما پیدا کردیم که چیز انشالله قشنگ و جونداری خواهد شد. بسی نغمه تکبیر سرودن، گروهی شده مسرور، گروهی ز حسد کور، که برخاست ز قلب کره خاک به نه قله افلاک. ندای علی مولا، علی مولا. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم و انتغنی بالهدا و الهمن التقوى. خب به ما گفتن که بریم سراغ اصل مطلب، لذا من دو تا بحث رو فعلا میندازم، حذف میکنم این فهرستی که براتون عرض کردم. یکی برداشت های مختلف از قدیره که اگه حالا فرصت شد به جلسه دیگر، و دیگری بحث راهکارهای اثبات امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام که حدود 6 تا راهکاره که میشه یک سخنرانی قشنگی براش داشت. حالا دستور دادن که مستقیم بریم سراغ، من این دو تا بحث رو میندازم چون هر کدوم شاید یه جلسه میطلبه که اینا رو یه مقداری توضیح بدیم. وارد اصل موضوع بشیم. من فکر ام فرمودن تحت عنوان رابطه بین قدیر و دیگر ادله امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما این رابطه رو ابتدا وارد میشیم در حدیث منزلت، بعد انشالله رابطه بین قدیر و وصایت که یک پروژه بسیار کلانیه که ما این سال گذشتم که اینجا رفتیم پروژه رو دنبال کردیم، موضوعات خیلی خوبی بهش رسیدیم در رابطه با وصایت امیرالمؤمنین، تا ببینیم که به کجا میرسیم ادامه بحث رو. پس موضوع تو این جلسه رابطه بین حدیث قدیر و منزلت. خب حدیث منزلت رو اولا توضیح بدم، بعد ببینیم روح حدیث منزلت چیه و روح حدیث قدیر چیه. ابتدا روح حدیث قدیر چیه؟ روح حدیث قدیر من کنت مولاه فعلی مولاه. ولایت با تبیین بشه، تو جلسات گذشته توضیح دادم دیگه خیلی وارد نمیشم. راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش ولایت رو اینطور معنا میکنه، ولایت این از ولیه است. ببین یه نفری است، یه نفر موتور سواره، یه نفر پشت ترکش میشینه، عرب میگه ولیهو، پشت سر او قرار گرفت. راغب اصفهانی تو مفردش میگه ولایت این است که دو چیز در کنار هم قرار بگیرن به حیثی که بین این دو تا هیچ فاصله نباشد الا از خودشون، الا منهما. حالا ما میگیم قدیر یعنی ولایت. روح قدیر چیه؟ حقیقت قدیر چیه؟ این بحثی که حالا عرض کردم حالا باید فازی بازش کنیم، این ضرورت قدیر رو
و حقیقت قدیر. یه جلسه انشاءالله راجع به این خواهم داشت. یه بازی همین دیشب میگم تا ساعت 1:10 که رسیدیم یه 3 ساعت یه مقدماتی تو ذهنم اومد، یه بحثی رو آماده کردم، چیز قشنگی در آمد. ما اگر میخواییم که یه فازی براتون بازی میکنم افق رو که اگر نرسیدم خودتون دنبال کن. اگر میخوایی بفهمی معنای حدیث قدیر رو باید به پیغمبر اول بشناسی. شؤونات پیغمبر چی بود؟ پیغمبر سلطه سیاسی داشت یا نداشت؟ سلطه تربیتی، سلطه اجتماعی، سلطه علمی. پیغمبر اگر خوب شناختی، لذا پیغمبر میگه الست اولا بکن من انفسکم آلو برفقال فمن کنتم مولاه فعلیم. پس اگر میخوای علی رو بشناسی و ولای امیر المؤمنین بشناسی، باید پیغمبر رو بشناسی، شؤونات پیغمبر رو بشناسی. این خودش حالا چگونه وارد بشیم یه افقی دارد که بحث قشنگی هم هست، یه فرصت دیگری حالا یا این هفته یا هفته بعد توضیح برات خواهم داد به مناسبت. چون که این رابطه اگر بخوای خوب حل بشه، باید خود مفهوم قدیر بیشتر روشن بشه. حالا ولایت چیه؟ بعضیا خدا حفظش کنه، یکی از اساتید ما رو یه بیان خوبی برای ما داشت، فرمود این سلطه سیاسی. بعضی میگن ولایت یعنی حاکمیت سیاسی، بعضی میگن ولایت یعنی مرجعیت علمی دینی. سلطه سیاسی، سلطه اجتماعی، سلطه تربیتی، سلطه تعلیمی، حالا هرچی بود، اینا همه از آثار تازه. ولایت چیز دیگریست. ولایت یعنی قرب، اون قرب معنوی ولی خدا با خدا. علی ولی خداست قبل از اینکه ولی ما باشه. علی ولی الله. او ببین این تعبیرها چیه، یک تا بازش کنیم. من معتقدم با آقای انصاری هم گفتم آقا یه مقدار بیشتر رو این چیزا سرمایه گذاری بشه، این روح اینها بکشیم بیرون. قبلا هم گفتم علی ولی خداست، ولایت بر ما داره، ما ولایتشو پذیرفتیم حتی اگر از دار دنیا رفته، دار دنیا ظاهرش. اینو معنیش چیه؟ او ولی خداست قبل از اینکه بر ما ولایت داشته باشه و قبل از اینکه ما ولایتشو بپذیریم. یعنی چه؟ اشهد ان چیه؟ ما میخونیم توی زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، ما معتقدیم او هم ولایت دارد، او هم امامت دارد، امامت معنوی، اما نه امامت ظاهری. چون زن حاکم نمیتونه بشه، اما ولایت رو دارد، امامت رو دارد. السلام علیک یا ممتحنه، امتحانش خوب پس داده. و کذالک جعلناهم ائمه، اینو زمش کنیم این زیارت رو. السلام علیک یا ممتحنه، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لما امتحنک به صابره. فاطمه زهرا تو امتحان الهی صبور بود و خوب امتحان پس داد. تو امتحان الهی این زنگمش کن با این آیه، و کذالک جعلناکم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. شما را امام قرار دادیم کی؟ وقتی که امتحانتون کردیم، از امتحان خوب بیرون آمدی، صبور بیرون آمدی. لما صبروا و کنت لما امتحنک به صابره. پس فاطمه زهرا امام است، الگوس برای ما، امام معنوی است. فاطمه الروحی التي بین جنبیه، یک سیب است دو نیم شده، این ورش پیغمبر، این ورش پیغمبر، خاصیت ها یکیه. او قابلیت حتی نبوت داشت، این دلیل روحی التي فاطمه بضعت منی، جزی از حقیقت وجود پیغمبر. درست شد؟ حالا چی میخوام بگم؟ پس حقیقت قدیر چیه؟ منشأ قدیر اون ولایت اللهی است که او رسیده بهش، به مقام ولایت اللهی، مقام قرب. او به مقام قرب معنوی رسیده با امتحانات خوبی که پس داده، مظهر صفات جمال و کمال خدا شده. این قرب معنوی. اگر او ولایت داره، ولایت اصلش مال خداست. ولی چیه؟ هنالک الولایة لله الحق، انما ولیکم الله، اصلش مال خداست. ولیکم الله و رسول و بد دردون.
اصل ولایت مال خدا. چرا؟ چون اصل خدا خالقه، پس خدا سلطه بر ما داره چون خالق ماست. سلطه یعنی ولایت، اصل ولایت مال خداست. امام ولی خدا به خاطر قرب به خدا مظهر صفات جمال و کمال الهی شده. السلام علی المجلل الاتم، مجلای اتم صفات و جمالی کرد. لذا من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بكم. خدا رو میخوای خود رو نمیتونی ببینی، ولی خدا رو ببین مظهر انسان طرف رو شما شکل که نمیخوای ببینی، اون کمالاتش رو میخوای ببینی. کمالات خدا در امام تجلی کرد. و من قصده توجه بكم موالی لا احصی فناکم ولا ابلغ من المدح کنکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الی آخرش. مال تو این ندبه میخوند دیگه، این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، وجه خدا کو کجاست؟ امام وجه الله است. ببین وجه چیه؟ ما یواجهه الانسان، انسان با رو در رو میشه باشه. میخوای این آقا رو بشناسی صورتش نپاشو، خدا رو میخوای بشناسی امام رو ببین، کمالات امام ببین، همون کمال خداست. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. زیارت رجبه میخونیم، ما که از خودم در نمیوردن زیارت رجبه نمیخونی. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، فقط همین. عبودیت یعنی به تبع هر چی داره از جانب خدا داره. من با این جلوی پروژکتور قرار میگیرم، نورش تو صورت من میفته، این نور مال من نیست، مال پروژکتور به من منتقل شد. پس علی ولی خداست، من کنت مولا. علی به مقام ولایت اللهی رسیده. علی کسی است که مؤمن زاده است. این که میگه اول المؤمنین اول من هستم، این مجازه. علی مؤمن متولد شد، چشمشو به هیچ کس باز نکرد الا به رخسار نبی. در اون سنین طفولیت که اون دیگران مقدسات بعضی ها دیگران مشغول بت پرستی بودن، امیر المؤمنین در همون سنین کودکی همراه پا پیغمبر قبل از بعثت غار حرا میره. تو اون نهج بالاغه ندارد خطبه قاصه. ولقد کنت اتبعه اتباع الفسیل اثر امه. فسیل چیه؟ بچه شتر دیگه دنبال مادرش میدونه. اون زمانی که دیگران به حتی بعد از اسلامشون جلو جلو میدویدن، کاسه از آشتاختر بودن. فرق است، حالا بیادبی نباشه، فرق است بین الاغ و شتر. آرش میدید چیه؟ بچه الاغ جلو جلو، کرش جلو جلو میدوه، بچه شتر نه، کرش پشت سرش میره، هر جا با اون ناقه میره پشت سرش میره. زن امیر امین خودش تشبیه کرده به چی؟ بچه شتر. تو نجبالغه داره ولقد کنتو اتبعه اتباع الفسیل اثر امه. هر روزی علمی از اخلاق به من یاد میداد. من ارا نور الوحی، من نور وحی رو میدیدم، صدای جبرئیل رو میشنیدم، صدای رنه شیطان رو. این امرو تو کودکیه، اون ناله شیطان رو وقتی اولین وحی بر پیغمبر نازل شد من شنیدم. این کیست؟ این علی. صدای ناله شیطان، شیطان رو شنیدم. بله، کسی میخواد جانشین پیغمبر بشه نمیتونه بت پرست باشه، ولو یک لحظه. از اول تحت تربیت ویژه رسول خداست، در دامان رسول خدا بزرگ شد. حالا چون که به این مقام رسیده، لذا بر ما ولایت داره، سلطه داره، اولا به تصرف بر ماست. دستور میده این کارو بکن، این کارو نکن، ولو تو کراهت داری باید انجام بدی. الست اولا بکن من انفسکم. و نگاه کن صحیح بخاری داره دیگه، توی از ابن عباس نام میکنه که معنای اولا به تصرف اینه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی این که اگه پیغمبر به شما برو جنگ، برو این کارو بکن، تو کراهت داری باید بری، نظر پیغمبر مقدم بر نظر توست، خاص پیغمبر مقدم بر خاص توست. همین بر امیرالمؤمنین هست. ما ولایتش داریم، سلطه‌شو داریم. امیرالمؤمنین اون مقامش، اون وجود فیزیکیش اگرچه نیست، اما اون وجود معنویش موجوده. امیر المؤمنین جلواتش، جلوات معنویش موجوده. نگو بحث از امیر المؤمنین بحث قدیر بیفایده، بله وجود فیزیکیش دفع شده، این جسمش دفع شده. روح امیر المؤمنین، روحانیت امیر المؤمنین، وجود معنوی امیر المؤمنین،
که بالاتر از وجود فیزیکیشه. او هست، او بر ما ولایت داره، ما ولایت پذیرفتیم، زیر سلطه او هستیم، ما دست به دست هر کس نمیدیم. یوم ند او کل اناسن به امامه، روزی که آمد انسان با اون امام خودش میره به مقصد خودش و مأوای خودش. دست به دست کی بدیم؟ دست بدیم به کسی که کوری اساکس کور دگر بود؟ نه، دست میدیم. ما روزه شکدار نمیگیریم، روزه شکدار بی خود برای چی زحمت بدیم؟ دست میدیم تو دست کسی که او دیگران میگفتن لولا علیون لحلک آمد. نه، اون بیدیم دست امیرالمؤمنین که شک نداریم همه بر فضیلتش و مقامش اتفاق نظر دارن. حقیقت قدیر رو بشناسیم، روح ولایت رو بشناسیم، حقیقت ولایت بشناسیم. پس حقیقت ولایت چی شد؟ اصل ولایت اون مقام قرب الله، به مقام لا فرق بینک و بینها. پس تمام صفات خدا رو داره، علم غیب دارد و عنده مفاتح الغیب، اما عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من الرسول. رسول یکی از کسانی است که علم غیب داره، تصرف در نظام تکوین دارد. چرا؟ قدرت اصلش مال خداست. ان الحكم الا لله، ولایت مال خداست، سلطه تصرف غیبی مال خداست، اما این به خاطر قرب به خدا بهش رسید. همه چیز رو داره، همه چیز خدایی رو. خدا نیست اما کار خدایی بلده بکنه. او خدا نیست، او شرک نیست. با این بیانی که عرض کردم شرکی نیست. خب پیغمبر مگر معجزه نداشت؟ اقتربت الساعت و انشق القمر، این کار خداییه، اما به اذن الله. عیسی مگر مرده زنده نمی کرد؟ احی الموتا، اما به اذن الله. احیاء موتا کار خداست، مگر احیاء. والذی یمیتنی ثم یحیین و اذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. خداست که میمیراند، خداست که زنده میکند، اما میگه و اذ انی اخلق لکم، عیسی میگه و اذ انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله و ابرئ الاکمه و الابرص باذن الله. کار خدایی نیست، باذن الله. به این روح توحید و شرک همینه، باذن الله، طولیت. درسته دارم؟ حالا بریم سراغ چیه؟ روح حدیث قدیر، روح حدیث منزلت. یه صلوات بفرستید. ببینید، همونطور که عرض کردم انشالله سعی میکنم افق جدید رو براتون باز کنم. سرحال باشید، یه چیزی یادداشت کنید. حدیث منزلت دو جور رسیده، یه جوریش همونی که معروفه و مع الاسف سنی ها رو این خیلی مانور دادن، یکیش غیر معروفه. اون حدیث منزلت معروف، حدیث معروف منزلت، انت نی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. من یه چیز براتون بگم، خوشبین خیلی نباشیم گاهی. اگه دیدی که یه حدیثی رو، یک دلیل رو مخالفان ذکر کردن، هیچ دست کاریش نکردن به لحاظ ظاهری، گرچه حالا به لحاظ معنوی تحریفاتی ممکنه شده باشه، توجیهاتی، بدونید چند جهت داره. یکی نتونستن ایش بگذرن، جو ثابت بوده، حجت تمامه. یکی دیگر این که این تو محتواش خواستن خالیش بکنن از اون چیزی که توش خابیده. شما نگاه کنید، حالا انشاءالله بعداً عرض میکنم، حدیث وصایت رو و حدیث قدیر رو. شما نگاه کنید، حدیث قدیر رو کمتر عالمی از علمای اهل سنت سندش تشکیک کرده. یکی دو نفر تشکیک کردن، یکی زیلعیه تو نسب الرایه سنداشو میخواد تضعیف بکنه فی تخریج احادیث الهدایه، یکی ابن حزم مقداری تشکیک میکنه، یکی ابن تیمیه است تو منهاج السنه میخواد یه قدی اصول خون لا زخم بگذاره. اما خیلی از اهل سنت آمدن کتاب نوشتن، تایید کردن. ذهبی دارد طرق حدیث من کنت مولا، کتابی نوشته، من مطالعه کردم، 26 تقریبا سند خوب آورده، حسن صحیح موثق. طبری دو جلد کتاب داره، طرق و حدیث من کنت مولا، طرق و حدیث القدیر. محمد ناصرالدین البانی محدث وهابی است،
در 15 سال پیش فوت کرد، تو کتاب سلسله الاحادیث سید طرقش رو تصحیح میکند از راه مطابقات و شواهد و حتی حمله میکند بر ابن تیمیه، که تعجبه اینو داشته باشی، سند محکمی است برشون برای پایه ابن تیمیه شیخ الاسلام اینها رو لرزوندن. ایشون میگه من تعجب میکنم از ابن تیمیه چگونه تضعیف کرده حدیث قدیر رو با این سندهای خوبی که دارد یا از راه مطابقات و شواهد و قرائن. اما تو دلالت چرا تا دونستن تحریفاتی داشتن، دلالت رو بردن توی محبت و نصرت و اینها. اما حدیث وصایت جالب اینه، اینا چیزی که من بهش رسیدم بعدن براتون که ضرورتش رو احساس کنید، روایاتی که تو مصادر ما رجوع راضی به احادیث وصایت اومده بیش از احادیث قدیره، بیش از احادیث قدیره، صدها روایت، بلکه بتونم شاید بگم هزار روایت تو مصادر ما راجع به احادیث وصایت اومده که من اینا رو دسته‌بندی کردم و انشالله لیستی را اگر فهرستوار براتون راجع به این القدیر و الوصایت که وارثین براتون عرض می‌کنم چه چیزهایی که استفاده میشه از این. لذا بیشتر رو از اون طرف کمترین روایتی که سنی ها نقل کردن از احادیث امیرون حدیث وصایت، حدیث منزله تو صحیح بخاری آمده با این بیانش، همین حدیث منزله، قدیر نیومده، منزلت آمده. اون اگه راه مفری براشون نبود نمی آوردن، یه کارایی میتونن بکنن، اونا که احادیثی که دونستن یه کاری بکنن تضعیف بکنن آوردن، حدیث وصایت نبودن. تو کتاب الموضوعات نگاه کنید، الموضوعات ابن جوزی لآل المصنوعه سویتی، احادیث وصایت آوردن اونجا، یه دروغیه جعلیه، لآل المصنوعه لؤلؤهای دروغین جعلی، احادیث وصایت به عنوان جعلی معرفی کرد. یه کتابی اخیراً به دستم رسید، یعنی از اینترنت گرفتم، دکتر کواری از قطر یه رساله نوشته، شوکانی یه رساله نوشته احادیث وصایت تایید کرده، ایشون یه ردی براش داد، تمام احادیث وصایت رو که تو مصادر سنی اومد دونه دونه تضعیف کرد. اول زمانی که مأمور شد پیغمبر به ابلاغ رسالت خودش، سال سوم بعثت که وانذر عشیرتک الاقربی، سه سال مخفیانه دعوت میکرد، اولین مطلبی که پیغمبر ذکر همین وصایت، آخرین اقدامی که پیغمبر انجام داد خواست وصیت نامش بوده، وصیت نامه به وصایت نگذاشتن جلوش گرفتن، اول و آخرش وصایت. بله قبلش مسئله قدیر ولایت عشق، لذا ما معتقدیم ولایت از شؤونات وصایت. حالا عرض کنم برگردم، حالا اینجا جلو جلو نریم، حالا میخوام براتون بگم این سفره خیلی سفره بازی است و حقایقی توش داره که تشریف داشته باشید که انشالله براتون عرض کنم. پس حدیث منزلت معروفش که تو مصادر شیعه و سنی آمده، حتی تو صحیح بخاری همه کتابای سنی ها نقل کردن اینه، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو پیش من به منزله هارون هستی پیش موسی، فقط و فقط یه چیز استثنا شده. ببینید یکی از ادله که افاده عموم میکنه، کسایی که معانی بیان خوندن میدونن، یکی از ادله که مفید عمومه چیه، حصره. استثناء که آمد ما قبلش دلالت بر عموم دارد الا این یک مورد، تو پیش من به منزله هارون هستی در تمام شؤوناتش الا نبوت، فقط نبوت هست بشه چون که رسول خدا خاتم النبیینه، اما بقیه شؤونات هست. خب این حدیث رو با این وضعیتی که داره ما میخواییم بیاییم این رو دنبال کنیم تو روایات و تو آیات، آیات ابتداءً بعد روایات، ببینیم بررسی کنیم شؤونات حضرت هارون چی بوده. لذا عرض کردم یک اشکال اساسی از شما استفاده میکنم، این اشکال رو باید حتما پیگیری کنیم. من پرسیدم و خودم حالا شده دنبال کردم یه جوابی دارم، چرا پیغمبر نفرمود انت منی به منزلت یوشع من موسی الا انه لا نبی بعدی، در حالی که میدانیم حضرت هارون وزیر حضرت موسی بود در زمان حیاتش، اما در زمان حیاتش فوت کرد، برای بعدش میخوای تعمیم بدی آقایون راههایی رو دنبال کردن که حالا عرض میکنم که حدیث منزلت با این معناش با این تعبیرش بخوایم تعمیم بشیم بیایم استفاده کنیم ولایت و امامت و وزارت امیرالمومنین برای بعدش، خب معونه میخواد، حالا معونش عرض میکنیم. جواب‌های مختلفی دارم، من جمله این که این حدیث منزلت با این تعبیرش در جاهای مختلفی آمده، در غیر غزوه تبوک هم آمده، حدود 10 مورد یا 12 مورد پیغمبر این حدیث رو بر امیرالمومنین خوانده است،
اختصاص به تبوک هم نداره. حالا تعمیمش میدیم به این بیان. حالا تا برسیم قبل از اینکه وارد حدیث مشابهات ها بشم، تعمیمش اینطور میدن، اگر میگن اگر حضرت هارون زنده بود جانشین او بود و ادامه میداد این وزارت را، اما فوت کرد کسی دیگری به جاش نشد، از این راه وارد میشن برای استدلال به این حدیث بر امامت امیرالمومنین بعد از رسول خدا. اینطور استدلال. حالا بیایم سراغ چیه؟ سراغ منزلت های هارون در قرآن. منزلت های از منظر قرآن که اینا رو میخوایم تعمیمش بدیم به چیه؟ به امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. ایزن موارد به کار رفت. خب من این یه نکته بود عرض کنم، ارتباط حالا منزلت رو روشن میشه حالا با این بیاناتی که براتون توضیح میدم، ارتباط حدیث و محتوای حدیث منزلت با قدیر روشن میشه. انت منی، ما باید منزلت های هارون پیش موسی رو بدونیم. یکی از منزلت هاش وزارت است، یکی از منزلت هاش خلافت است، یکی از منزلت هاش عصمت است. تمام اینها بر امیرالمومنین ثابت میشه. محتوای قدیر هم همینه، محتوای قدیر امامت است، وزارت است، محتوایش عصمت است و موارد دیگری که عرض می‌کنم. پس این روح قدیر که در اواخر عمر پیغمبر بیان شده که همون سلطه است و امامت، روحش قبلش تو حدیث منزلت آمده. جانشین چرا؟ هارون چیست؟ منزلتش چیست؟ یک معناش وزارته که حالا آیاتش رو براتون یکی یکی خواهیم گفت. موارد به کار رفتن حدیث منزلت: یک، غزوه تبوک که عمدش اینه، تو صحیح بخاری هم تو غزوه تبوک این روایت آمده. خب ابتدا غزوه تبوک رو خوب گوش کنید، یه مقداری میخوام وارد آیات بشم، تو روایات ما هم آمده، برید قرآن رو بررسی کنید، حقیقت ما تو قرآن آمده، مقامات ما تو قرآن آمده، تو روایات آمده، روایات خودمون که حالا فرصتی باشه براتون عرض خواهم کرد. ببینیم غزوه تبوک رو بررسی کنیم در قرآن. غزوه تبوک در قرآن آیه 38 تا 40 سوره توبه. خواهش می‌کنم خوب دقت کنید، همتون اهل فضلید. یه نکته ای من میخوام، این حدیث قار رو که سنی‌ها خیلی بهش استدلال میکنن برای اولی، عمده دلیلشون بر مقام و فضل بسام اولی هم حدیث قاره، من از معتقدم اصلا این حدیث قدیر هیچ ربطی به مقام اون نداره. الان براتون میخوام توی این حدیث قدیر در سلسله آیات مربوط به تبوک اشاره به فضیلت و مقام پیغمبر داره نه به او. هر کی دقت کنه این نکته رو استفاده میکنه. خوب گوش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. چی شده ای مؤمنین؟ نکاتی که از این آیه استفاده میشه، خوب گوش کنید. مؤمنی، صحابه مؤمن رو داره خطاب میکنه. چی شده وقتی که شما رو به شما میگن انفروا فی سبیل الله، پاشید حرکت کنید، نفر کوچ کنید در راه خدا؟ این مال هم قصه تبوک. حالا برام توضیح میدم ویژگی های قصه این غزوه تبوک چی بوده، در چه موقعیتی، وقت این حدیث بیشتر روشن میشه. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، مثل سنگ هم تو میندازید خودتون، شل میکنید رو زمین، میندازید خودتون رو. عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل الا تنصروه يعذبكم عذابا علیما. اگر تو این جنگ تبوک نرید، روی نکنید پیغمبر رو، يعذبكم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم، یه قوم دیگری به جای شما میاره. ولا تضروه شیئا، شما هیچ ضرری هم به اون نمیتونید برسونید. والله على كل شيء قدير. حالا این آیه که میخونن قصه قار اینه، الا تنصروه فقط نصره الله، اگر یاریش نکنید خدا یاریش کرده یه موقع دیگر. شما اینجا اواخر عمر پیغمبر در جنگ تبوک میخواید یاریش نکنید، الا تنصروه فقط نصره الله، خدا در جاهای حساس پیغمبر رو نصرت کرده.
فقط این آیه اصلا داره به پیغمبره الا تنصروه فقط نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الله هي العليا. فقط نصره الله، این داره مدح پیغمبر میکنه، شما یاریش نکنید. فقط نصره الله کی؟ اذ اخرجه الذين كفروا، پیغمبر هجرت نکرد، بیرونش کردن. اخرجه الذين كفروا از مکه، اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین، با ثانی اثنین، اذ هما في الغار، این دوتا. خدا اینجا رو پیغمبر یاری کرد، چون موردش یاری پیغمبره. اینا میگن که انزل الله سکینته، یعنی بر اون اولی، نه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول نصرت کرد پیغمبر، چون که اون دومی تو غار داشت پیغمبر رو با این بیتابیش لو میداد، بیتابی میکرد، آه الان میان ما رو میگیرن، چنین میکنن چنان میکنن، پیغمبر نصرت کرد. آیه در متن پیغمبره، اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحب لا تحزن، بابا نترس، شلوغش نکن، آبرومار میبری، الان دشمن میاد بار میگیره، اینجا یاریش کرد پیغمبر. ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحب لا تحزن ان الله معنا، خدا با ماست، یعنی تو اینجا هدف من هستم، نصرت منه، تو رو اگر ساکتت میکنم به خاطر من باید حفظ بشم. ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه، حالا هر کی میخواد باشه، ظاهری سیاقش بگم، و ایده بجنود لم تره، مشخص این ادامش مال پیغمبره، پس انزل الله سكينته میخوره به پیغمبر، نه ضمیرها یکیه، یا باید به پیغمبر بگیر یا به اون اولی، شکی نیست، انزل و ایده بجنود لم تره مال پیغمبره، جنودی که لم تره، یعنی فرشتگان، اون که بر فرشته، بر اون که نمیشد که، مال پیغمبر، بگش مال پیغمبره. پس الا تنصروه، آیه داره نصرت پیغمبر میگه، اگر تو این جنگ تبوک نصرت نکنید، خدا نصرتش میکنه، همونطور که اولم نصرتش کرد. پس آیه در مقام پیغمبره که پیغمبر یاری شد. الا تنصروه، نمیگه مسلمین، پیغمبر با دیگری، الا تنصر، گرفتی شد. این آیه مربوط به چیه؟ مربوط به قصه تبوک. حالا ویژگی های قصه تبوک براتون عرض کنم. ویژگی های تبوک، غزوه تبوک، یک، دورترین موضع به مدینه، دو، شرکت رسول خدا با روم دیگه در غزوه، سه، آخرین غزوه پیامبر. ببینید این ویژگی هاشه، غزوه حدود از دشمن 100,000 لشکر از روم آمده، خیلیه. حالا ببینید یک توطئه، خوب گوش کنید، من یه مقداری خودتون الحمدلله اهل فضل هستید میگیرید مطلب رو، دارید اصلا مطلب رو تحصیل حاصله. این جایگاه این حدیث رو ببینید، اینا میگن آقا انت منین به انظار، یعنی یه جوری لوسش کردن، تحریفش کردن، بردنش کجا؟ حالا تحریف رو عرض میکنم، سنی ها چون نتونستن سندش رو خدشه کنن، بخاری هم نقل کرده، گفتا انت منی، یعنی بین تو، انت منی به منزله هارون و موسی، یعنی تو جانشین منزله برای اهل بیتم، زن بچه‌ام اونجا گذاشتم، تو مواظبشون باش، همین اینطور لوسش کردن، در حالی که اگر حقیقت این حدیث باز بشه، همون روح ولایت و جانشینی امیرالمومنین بعد از رسول خدا. اصلا پیغمبر قبل از قدیر، من معتقدم زمین سازی کرده برای قدیر، که حدیث منزلت غیر از این که محتواش محتوای قدیره، زمین سازی برای قدیر خمه، همون مطلبی که جلسه پیش عرض کردم، به پیشواز قدیر رفته با حدیث منزلت، حدیث منزلت پیشواز حدیث قدیره. حالا الان عرض میکنم، شما نگاه کنید، این جنگ رو میخواد برد، 100,000 لشکر اومدن تا لب مرزها، طرف شامات اون زمان روم تو اون قسمت حساب میشد، 100,000 لشکر، مسلمانان چقدر؟ 30,000 بود لشکر، درسته؟
دورترین نقطه است که پیغمبر خودش شرکت کرده، دستور داد هر کسی بیاد. یه عده‌ای کندی کردن، این آیه آمد که خوندم، توبه آیاتشو خوندم، اینا باید برید به نصرت پیغمبر. خب تو تمام جنگ ها امیرالمومنین شرکت کرده الا اینجا. چرا؟ سرش چیه؟ دشمن بیرونی لشکر روم، دو منافقین و قریش طیف مخالف، اینا فهمیدن که پیغمبر تو این جنگ بزرگ داره میره و کل نیروها رو از مدینه داره خالی میکنه، هر کی میتونه باید بیاد. گفتن بهترین موقعی است الان ضربه زدن به داخل. چه کار کنیم؟ منافقین از داخل، قریش هم از بیرون، اونم که پیغمبر رفته راه دور. ببین امتیازش خصوصش اینه، غزوه تبوک بسیار دور به مدینه، که اگر اینا گفتن ما شبیخون بزنیم به مدینه، پیغمبر تا بخواد بیاد چند او مدت ها طول میکنه تا برگرده بیاد دفاع کنه، ما زودی مدینه رو اشغال خواهیم کرد و مطلب رو تمام خواهیم کرد. صلوات بفرستید.